ببخشید ببخشید. خب اومدیم نمایشگاه آفرود مرکز همایش ایران مال. احساس میکنیم یعنی با توجه به چیزی که از همینجا میبینیم فکر میکنیم که چیزهای خیلی خوبی در انتظارمونه. میریم که با هم دیگه ببینیم چه شرکت هایی اومدن با چه محصولاتی رو میخوان پرزنت کنن و کلن صنعت آفرود تو ایران چه عمره در لازم. این کامل گروپی که الان اینجا داریم میبینیم کلن کار خاصی نمیکنن، صرفا یه شرکت تقریبا میتونم بگم لول 2 یا گرید 3 تو این حوزه که داره کار میکنه، حوزه واسه آفرود و تجهیزات کمپینگ و حالا کاروانی، ولی خب کلا کارشون اونقدر کار قوی نیست. این ماشینی هم که الان داریم میبینیم ماکس موتوره که کلا کار خاصی روش نکردن، یکی تست سپر واسن واسه بحث آفرودش به اضافه یک سری پروژکتور که اون بالاست اگه معلوم مشخص بشه توی فیلم، کار خاصی این برای نکرده. از این برام آره خب اینا کلن به اصطلاح تجهیزاتی که اینجا نمایش میدن بیشتر جنبه نمایشگاهی داره و مطمئنن زمانی که برید تو کار و بخوای اینا رو ازشون سفارش بدین به این کیفیت مطمئنن تحویل داده نمیشه. این ماشین رو هم الان اومدن یه کاور مشکی مات زدن که معمولاً این کاور مشکی مات هم کار خودشون نیست و اکثر شرکت ها اینو برون سپاره میکنن با به اصطلاح گاراژ ها و یا به اصطلاح دیتیل مراکز دیتیلینگ که کلا تخصصی این کارشونه، ولی معمولا خودشون مستقیما این کارو نمیکنن و همون بحث به اصطلاح برون سفاری شدن. ولی خب کلا اون کار باز به نسبت اون به نظرم خیلی قوی تره. ولی خب ببین این همه زیبایی، این همه به اصطلاح متریالی که استفاده شده، این چادری که اینجا نصب شده این بغل واقعا خوشگله این چیزا، ولی در عوض ببین اون بی سلیقه یا یکم اون مخادمه. اینو مثلا اگه یه رنگ مشکی مات می‌زدن روش اتفاق خاصی پیش نمی آورد، ولی خب می‌بینی مثلا توجه به جزئیات کلا تو این شرکت‌ها خیلی کمه، در حالی که به این آدمی که میاد این همه هزینه می‌کنه واسه اینکه به اصطلاح ماشین شما رو کاستماایز کنه و یه ماشینی باشه که تقریبا شخصی سازی شده باشه واسه خودش، توجه به جزئیات تو این سطح از کار خیلی مهمه، به شدت مهمه. ولی رینگایی هم که استفاده کردن رینگ خیلی قویه، ولی خب میگم اکثر این کارا تمام رینگا تمام تجهیزاتی که میاد تمام وارداتیه و کسی رو نداریم تو ایران با قدرت بتونه به اصطلاح اینا رو تولید کنه، به خصوص تو زمینه رینگ که میگم اصلا کسی رو نداریم که تو این لول تو این سطح همچین رینگای با این سایز و ابا تولید کنه. ولی ببین کلا مثلا این همه جزئیات که انجام شده، این همه کارا که انجام شده، میگم توجه به جزئیاتش واقعا رو مخه. مثلا شما الان این بنده خدا بخواد اینجا پلاگ نصب کنه هیچ جوره نمیتونه، کجا میخواد این پلاگ رو نصب کنه؟ اصلا خیلی واقعا میگم خیلی احتمال اینکه در بیاد زیاده، خیلی احتمال اینکه کار خراب شه زیاده. بعد این به اصطلاح پروژکتوری هم که اینجا نصب شده جلو لوگو رو گرفته، خب چرا باید این پروژکتور اینجا نصبی که جلو لوگو رو بگیره؟ میگم کلا این جزئیات ها واسه مشتری شاید تو کوتاه مدت به اصطلاح همون نگاه اول ببینه و بگه اوه ای بچه باحال، ولی تو بلند مدت رو مخش میره، اذیت میکنه مشتری رو. خب این میگم تو این ابعاد از کار. ببین گروه ARB میگم با توجه به اینکه خیلی دقت کارشون تو بحث متریالی که استفاده میکنن، تو بحث دیزاین و تو بحث کاستومایزیشن ماشینا به شدت بالاست، واقعا یکی از قوی ترین شرکتان، ولی متاسفانه همونجور که قبلا هم گفتم به لحاظ مارکتینگ و برندینگ به شدت ضعیفن. الان هم میبینید تو این به اصطلاح نمایشگاهی که اومدن تشریف آوردن خیلی ضعیف، یه به اصطلاح شوروم یه به اصطلاح کارشو خیلی در و داغون، یه کفی خیلی افتضاح و این قفسه‌ای که می‌بینی واقعا میگم به لحاظ برندینگ خیلی جا کار داره با توجه به این کیفیت کار و با توجه به این دقتی که تو جزئیات کاراشون دارن. واقعا حیفه، واقعا حیفه. کلا اصلا ببین الان دقیقاً تو همینجا رو نگاه کن، ببین خودشون یه لوگو دارن که با توجه به اینکه خیلی دارن کار میکنن توی سند لوگوشون شناخته شده است،
همین لوگو یاربیه که رو کاراشون هست، رو ماشینا معمولا نصب میکنن زمانی که به اصطلاح کار کم به اصطلاح آفرودش رو انجام میدن و اون کیتا رو نصب میکنن. ولی ببین اینجا رو نگاه کنی باز یه لوگو دیگه استفاده کردن، یاربی تهران مثلا کلا پرته. یعنی من که اومدم اولش فکر کردم مثلا یه لوگوی دیگه است، یه شرکت دیگه است. کلا میگم تو بحث برندینگ واقعا ضعیفه، واقعا ضعیفن و خیلی کار داره واقعا بتونن خودشونو به لحاظ برندینگ قوی تر کنن. میگم یه سری به اصطلاح چادرایی که واسه بحث چادرای مسافرتی تو ابعاد یه نفره یا دو نفره، میگم که همشون هم قاعدتا وارداتی ان و کلا مثلا خیلی عجیبه تو نمایشو که اینقدر میتونه خفن باشه، اینقدر میتونه هر به اصطلاح غرفه هر برندی میتونه خیلی سریع و راحت بیاد و با مشتریاش ارتباط بگیره، یک نفر نیست واسه پرزنت کارشون و کلا رو هر چیزی یه لیبل قیمت رو یه 10% آفی زدن که اصلا یکم تو دل آدم میزنه. این که تو میایی و میبینی که طرف میخواد بفروشه به در حالی که تو صرفا الان به عنوان بازدید کننده اومدی ولی احتمال داره 2-3 ماه آینده خریدار بشی، ولی وقتی این رفتار رو میبینی زیاد وسط جالب نیست. رو هر چیزی یه لیبل قیمتی خورده کلا به نظرم خوب نیست. میتونست به جای این از یه پرزنتر حرفه‌ای استفاده شه که تاثیرگذارتر هم باشه. قطعاً اینم غرفه ایران رووره. خب کلا باز برخلاف انتظار کار خاصی رو بسته دکوریشنشون نکردن، صرفا یک سری ماشین آوردن واسه بسته کاروانینگشون و اون به اصطلاح ماشینایی که بسته آفرودشون انجام دادن. کلا میگم با اون انتظار از اینا خیلی بیشتره، اینا به هر حال لیدرهای بازارن، گروه ARB، گروه ایران روور. واقعا انتظار میگم ازشون که خیلی قوی تر کار کنن تو نمایشگاه، ولی متاسفانه چیزایی که ازشون میبینیم اصلا در حد یه لیدر بازار نیست، اصلا در حد کسی که توی بازار توی این سگمنت از بازار تعیین کنندن واقعا ظاهر نشدن و خیلی خیلی عجیب غریبه، خیلی خلاف انتظاره. ولی خب میگم واسه بحث ایران روور تو بحث کاروانینگش و به اصطلاح تجهیز ماشین آفرودی خیلی قوی کار میکنه. نمونهش هم همین هیوندای که مدل های مشابه اینو به خیلی از فوتبالیست ها خیلی از بازیگر ها تحویل دادن و کلا میگم به شدت مشتری های خاص خودشونو دارن به ویژه توی سلیبریتی ها و واقعا خوب کار میکنن. ولی میگم باز اینا هم تو بحث برندینگ زیاد قوی نیستن، یعنی باید خیلی شما بگردی که اینا رو بتونی پیدا کنی. این نمونه های چیزایی هم به اصطلاح تجهیزاتی هم که نصب میکنن روی این چیزه هست واسه بحث کاروانینگشون. رو معمولا به اصطلاح ماشینایی که واسه کاروانی تجهیز میکنن خیلی متریال های خیلی خاص و خیلی خوبی رو نصب میکنن، مثل تحت خوابی دو نفره، گاز و سینک زردشویی، آبگرمکن خودروی، کمد و کابینت، میز پذیرایی، تلویزیون بالا به مدل های مختلف تو ابعاد مختلف و حتی این کار نصب ماهواره رو هم دارن که خیلی خوبه. این دایونی رو که به اصطلاح چیز کردن، دایون وای فای وی رو که به اصطلاح تجهیز کردن واسه شرکت ایلیا خودرو اگه اشتباه نکنم، چون شرکت ایلیا خودرو کلا برنامه داره که بحث لاین آفرودش رو هم راه اندازی کنه به زودی، حالا یا در قالب پرمیوم به دقیقا نمیدونم سیاستشون چیه، ولی میخوان که لاین آفرودشون رو هم به زودی لانچ کنن و قطعا از با شرکت ایران روور در آینده همکاری زیادی رو خواهند داشت تو حوزه آفرود و نصب تجهیزات آفرودی. این ایران روور زمانی که تویوتا و برندهای خیلی خفن و به خصوص حالا تویوتا هایلوکس که وقتی وارد میشد واقعا واسه بحث آفرود نصب تجهیزات آفرودی این ماشین برند تاپ ایران، ولی از وقتی که دیگه این ماشینا وارد نشد ایران روور یه چرخش خیلی خوب و حساب شده داشت و اومد رو همین ماشینای چینی که به اصطلاح به بازار عرضه میشه مانور داد. نمونهش هم همین KMC که اینجا میبینی، کلا رو تو حوزه KMC خیلی خوب دارن کار میکنن. ولی خب بازم میگم اون به اصطلاح اکثر کارها کارهایی که برون سپاری میشه، ولی خودشونو باز تو بحث خودروی KMC و نصب تجهیزات آفرودی روی خودروی KMC خیلی خوب نشون دادن. و حالا یه کار جالبی هم که میکنن اینه که خب واقعا یه تبلیغات خوبیه واسه شون واسه بحث برندینگشون، این هستش که این لوگوشون رو به این صورت رو کاراشون میزنن. خوبه، حالا لوگوشون اونقدر لوگوی زشت نیست، چیز خاصی نیست، ولی هم ایران رو بره واسه شون که مردم ببینن بشنوسن و کلا تبلیغ خوبیه واسه شون. و اینکه خب کلا یه قانون نانوشته هست، یه کسی که کار خودش رو
به اصطلاح لوگوی خودش رو روی کارش لیبل میکنه و اینجوری لیزر میکنه، قطعا به کارش مطمئنه که این کارو میکنه. خب اینا هم هستن قطعا. هر از خودرویی هم که داریم میبینیم کلن سلطان تبلیغات نامنظم، یه ماشین رو به اصطلاح داره به چیز آمیکو به اسم آسنا که الان داریم پایین میبینیم، خیلی عجیب غریبه که اصلا آماری هست ازشون که چجوری میفروشن، کجا میفروشن، که میفروشن، اصلا چه تعدادی تا حالا فروختن، اصلا حتی تارگتشون واسه بازار که چقدر هسته، چه مقدار هستش، اصلا تارگت مشخصی با آن اعلام نمی کنن. ارتباطشون با رسانه‌ها به شدت ضعیفه و باراشون رو خیلی حرفه‌ای تبلیغ نمی کنن. ولی میگم مثلا تو فرودگاه ها ماشیناش رو میبینی ولی بدون هیچ به اصطلاح المانی از برند، صرفا یه آسنا میبینی که توی فرودگاه پارک شده و خیلی عجیب غریبه کاراشون به نظر من. یعنی صرفا چیزی که من برداشت میکنم از کاراشون اینه که کلا عشقی کار میکنن، زمانی حال کنن تو همچین نمایشگاهی شرکت میکنن، هر زمانی حال کنن نه، این چیزیه که من ازشون متوجه شدم. حالا امیدواریم که باز از اینا هم کارهای بهتری ببینیم، هرچند که کلا ماشینشون هم به اصطلاح اونقدر مالی نیست. اساسا الان ما ماشین به اصطلاح آفرودی که به عنوان آفرودی تو بازار ما هست، مثل همین آسنا، مثل به اصطلاح همین KMC T8، مثل خیلی دیگه از ماشینا، اساسا ماشینایی نیستن که اونقدر مثل انتظار های لوکس رو ازشون داشته باشیم و حتی دو سه لول پایین‌تر هم باز به نظر من نمیشه انتظاری ازشون داشتن. اساسا مثلا همین KMC T8 یه ماشین تگدف، ماشین تگدف اونقدر واسه به اصطلاح بحث آفرود نمیشه روش حساب کرد، ولی میشه روش زیباییش کار کرد. ولی خب میگم خیلی از مشتری این ماشینا فاز این که مثلا مشتری مالک های لوکس هستن میگیرن، ولی خب اصلا ما هم میگن در حد اندازه های لوکس هستن، اصلا قابل مقایسه هم نیستن باش. جان مشکلی نداره، سوال قفل میشه، یه پله اینجا وای میسته برای گذاشتن برداشتن بارای کوچیک، یه دونه هم که باز میکنی کل فضای بار 2.5. واسه چه ماشینی رو مثلا T8 کروس و های هر سه تاشون برای سه ماشین این مدل باشه. ببین. چه اینه که سند باشه. بعد ما الان می‌خوایم یه به اصطلاح تجهیزات همین به اصطلاح پنل خورشیدی رو نصب کنیم روی خودرو تیگو KMC T8. واسه اینکه حالا با سالا برقه مثلا خسته نباشید. به جمعه الان بخواییم به سالا تجهیزات پنل خورشیدی رو خود یه خودرو T8 نصب کنیم که مثلا واسه سه روز کمپینگ مثلا تو کویر به ما برق بده چجوریه؟ حالا برق همه چیو، یعنی از کول باکس بگیر تا حالا اون تجهیزاتی که داریم دیگه، اسپیکر رو. ما نیاز باتری دوم داریم پشت ماشین، با فیکساتور فیکس میشه. پنل خورشیدی وصل میشه رو سقف ماشین. و عرضم به حضورتون که به واسطه دستگاه شارژ کنترل که اگه بتونید با دوربین تصویر اون رو بگیرید، رابطه بین پنل و باتری میشه و انتقال انرژی رو انجام میده. و با استفاده از اینورتر هم که دوباره هم استندمون زدیم، برق 220 تو ماشین داره. در واقع هم شارژ موبایل و لپتاپ و همه چی با یخچالمون هم میتونید در واقع روشن داشته باشید. هزینه‌اش به چه صورتیه؟ هزینه این پک‌ها از 10 میلیون تومان شروع میشه به بالا، بسته به نوع مصرف و نوع کیفیت اقلامی که بخواد کار بشه. از اون یه قیمتی نداره، یه توجیه هست. من اینکه مثلا میخوام برم کبیر سه شب کم کنم توجیه داره. خیلی ممنون، لطف کردید. گروه آیرون من رو میبینیم، همونجوری که خب مشخصه کلن رو بحث سیستم تعلیق خیلی دارن منوب میدن و میگن باز تمام چیزاشون چیزایی هم که میارن همگی وارداتیه و کلن کسی اینجا تولید نداره. حالا میبینید اون دقیقه رو مانیتوری همی گذاشتن، طریقه نصب متریالشون رو میبینن، کلن جالبه، کاراشون خیلی جالبه، کلن کار بحث به اصطلاح آفرود و نصب تجهیزات آفرودی کلن کار جذابیه. یه سری دیگه از محصولات کمپینگشون رو میبینید، مثل همین چادر تک نفره، مثل صندلی‌های تاشو که به اصطلاح دارن که باز هم تماماً وارداتی هستن. در حالی که میگم واقعا تولید اینا تو داخل، یعنی داخل کشور اونقدر کار سختی نیست، ولی خب به نوعی چون اساساً آفرود یک صنعتیه که باید صنعت گرونی باشه واسه مشتریش، چون مشتری دوست داره که یک کار خاص تجربه کنه،
عملا محصول ایرانی زیاد جواب نیست تو این بازار، چون میگه طرف دوست داره هزینه کنه، زیاد هم هزینه کنه و یه ماشین خاص یا محصول خاص داشته باشه که ازش استفاده کنه و عشقش رو کنه. این هم جدیدترین محصول آفرودی گروه بهمنه به اسم جی 9 که هنوز اونقدر تست نشده، یعنی تو بحثش یا آفرودی تست نشده و هنوز خیلی کار داره، نمیشه زیاد راجع بهش نظر داد که دقیقاً چه اتفاقی قرار واسش بیفته و چه ماشینی هست و آیا میشه ازش توقع یه ماشین آفرودی درجه 1 داشت یا نه. چیزی که خودشون اعلام کردن راجع به این ماشین، قدرت موتورش 220 اسب بخاره و با گشتوبر 360 نیوتن بر متر، واسه ماشین آفرودی قابل قبوله، ولی باز هم میگم این ماشین باید به اصطلاح آفرودش رو بره چندین نفر تست کنن و بعد از اون دقیقا میشه گفت که آیا ماشین خوبی هست، ماشین مناسبی برای آفرود هست یا نه. هرچند که با توجه به حجمی که از این ماشین میبینم احساس میکنم 220 اسب بخار اونقدر قدرتی نیست که این ماشین رو بتونه توی آفرودهای خیلی سنگین سربلند کنه. این هم کابراس که اولین بار دارم میبینم چیکار دارن میکنن، کابرو رو من سردر نمیارم، ولی واقعا به لحاظ دیزاین این نسلش افتضاحه، یعنی این فیس لیفتش به شدت افتضاحه، واقعا نمیدونم قراره چی کار کنم، ولی خب قدرت موتورش 124 اسب بخاره، یعنی اصلا ماشین آفرود نیست، اصلا نمیشه حتی اسم ماشین آفرود هم روش گذاشت، صرفا یه ماشین باری واسه داخل شهر، واسه فعالیت‌های روزمره تونه، اونقدر چیزی نیست که بشه روش حساب کرد اساسا. ولی خب گروه بهمن تقریبا از لیدر بازارش به خصوص بحث خودروی سواری مدیران خود داره یاد میگیره، خیلی داره رو بحث مارکتینگش مانور میده و خب الان هم میبینیم یه شوروم خیلی خفن مطابق با استاندارداشون دارن، ولی خب باز هم میگم کلا اصلا صنعت خودرو تو ایران خیلی راه نرفته داره، صنعت آفرودش هم به این صورت. الان مثلا این مینیون رو آوردن، خب اگه مدتی توی شوروما گروه بهمن داریم میبینیم این مینیون رو، حالا نمیدونم یعنی واقعا چه انتظاری میتونید از این من داشته باشید، ولی من واقعا خودم انتظار خاصی ازش ندارم، چه به لحاظ طراحی که واقعا یه ماشین به لحاظ طراحی میتونم بگم مثلا میتونه مال دهه 80 میلادی باشه، خیلی ضعیفه. این یه قدرت موتوری هم که معرفی کردم واسه این ماشین 105 اسب بخاره که میگم اصلا هیچی نیست، یعنی صرفا میتونی یه جاده صاف بدون بار باهاش برید، یه جاده سربالایی با بار قطعا اذیت میشید، صرفا واسه بحث میتونم بگم مثلا واسه دور همی خانوادگی میگه خانواده تعداد بالا واسهش میتونه جواب باشه، بقیه دیگه اونقدر کار خاصی نمیشه باهاش کرد، یعنی نه اصلا واسه کمپینگ به هیچ وجه توصیه نمیشه و میگم اصلا میبینید این متریال داخلی به شدت ضعیفه، اصلا میگم گولن چیز خاصی واسه عرضه نداره، صرفا یک ونیه که حالا زدن دیگه، باید خوشحالم باشن چون مردم قطعا میخرن. الان دقیقا همون رو همین ماشین اومدن اینجا تجهیزات کاروانینگ نصب کردن که واسه خود من به هیچ وجه من الوجود توجیه نداره که چرا باید این کارو کنم، اومدن حالا یه کاور مات هم روی این کاپوت جلو انداختن، واقعا افتضاحه، واقعا افتضاحه، چرا من باید به اصطلاح به یک ماشین که 105 اسب بخار قدرت داره اعتماد کنم و اینقدر هزینه روش کنم و این همه تجهیزات کاروانینگ و کمپ روش نصب کنم در حالی که میدونم قطعا کارایی نداره و اتفاق خاصی رو نمیتونه واسه من رقم بزنه و قطعا توی سفر به خصوص سفری که حالا یه نمه حالت آفرودی داشته باشه و جاده مناسبی نباشه و یکم شید داشته باشه قطعا به یقین خیلی اذیت هم میکنه، به شدت آزاردهنده است و اصلا توی همین آپشن لیستی هم که از ماشین معرفی کردن واقعا چیز خاصی ندارن واسه معرفیش، نمیدونم چه برنامه هایی دارن، ولی کلن محصول خاصی نیست واقعا، مثلا میگم این افتضاحه. نه خب یه سری شرکت های دیگه که اونها هم عملاً وارد کننده تجهیزات آفرودی هن مثل پمپ بات ها و پروژکتور هایی که میبینید کلان تماماً وارداتی با قیمت های بالا، کلان میگم دیگه آفرود یک صنعت لوکسه واسه هر کسی نیست و خب طبیعیه که محصول وارداتی خیلی اینجا ببینیم، مثلا
محصولی که ساخت داخل باشه نبینیم. دلیلش هم به همین دلیله که خب همونجوری که گفتم آفرود یه صنعت خاصه و کسایی که ماشین آفرودی سوار میشن دوست دارن که محصولشون محصول خاصی باشه. هزینه میکنن تا یه حدی هم نامحدود هزینه میکنن، ولی خب کلا خیلی راه نرفته داره این صنعت. توی نمایشگاه هم خیلی میتونیم باگای زیادی رو ببینیم که امیدواریم سال به سال برطرف شه، ولی خب برگزاری همین نمایشگاه به نوبه خودش پیشرفت بزرگیه. ولی خب میگم لوکیشن برگزاری مراسم اصلا لوکیشن مناسبی نیست، لوکیشن برگزاری این نمایشگاه، چون خب عادتا اومدیم طبقه آخر ایران مال، ماشینا به سختی جابجا شدن، متریالی که اومدن اینجا به سختی اومدن، کارهای خیلی زیادی زحمت کشیدن واسش و میتونست همین مراسم توی جایی که تم آفرودی هم داره، یعنی لوکیشنی که قرفه KMC که کلن اینجا چون تنها مسئولی که دارن که میتونه تو قامت آفرودی زار بشه T8 صرفا دارن رو T8 مانوک بیدن، مدل مدل مختلفش که تجهیزات آفرود نسوده مثل این یکی که باکس های زیرش نسوده و بزافه اون باربند بالا، یا مثل اون یکی که یک چادر بغلش نسوده و حالت یک باربند بالاش خب چیز عادیه، حالا مثل اون صورتی هم که کلن اومده بگه که ما هدف به اصطلاح خانوم هم میتونن از محصولات ما استفاده کنن که اصلا نمیدونن چرا باید یه اصرار این استاد رنگ صورتی باشه. حالا یه جورایی میتونن یه جوابی باشن بازده واسه کمپین باربیشون، چون همینجوری که میدونی همه تمام شرکت‌ها دارن رو کمپین باربی مانور میدن، اینا اومدن به صورت غیر مستقیم رو اون کمپین اشاره کردن بحث رنگ صورتی و اینا، ولی خب به صورت مستقیم نمیتونن اشاره کنن چون به اصطلاح خلاف قوانین جمهوری اسلامیه. ولی جالبه این که اومدن به اصطلاح رنگ صورتی و که الان خیلی رو بورس به خصوص و اکسپلور و اینستاگرام و هممون به اصطلاح واسه بحث فیلم باربی، جالبه که اومدن از این ترند روز استفاده کردن، حرکت خوبیه. این به اصطلاح ماشینه که KMC هم که میبینید به اصطلاح برای ماشین استرسشونه که هولوش 300-400 تا ماشین تو فاز اول تجهیزات کانوپی روش نصب کردن که این پشته و حالا داخل اینا رو قفسه بندی کردن و یک سری وسایل که نیازه برای بحث خدمات بین راهی و بین جاده ای توش هست. ولی خب میگم کلا 2300 تا ماشین اصلا بحث قابل قبولی نیست واسه سرویس دهی به مشتریای با این حجم، که هولوش تقریبا میتونم بگم تعداد مشتریشون خیلی بالاست، فروشش فقط 30-40 هزار تا مشتری داشته باشن که اینا الان خدمات پس از فروش نیاز دارن، ولی خب میگم این تعداد اونقدر واسه شون جواب نیست. خب از نمایشگاه آفرود ایران بازدید کردیم توی باقا در همون مجتمع ایران مال. کلیت کار خب همون چیزی که انتظار داشتیم دقیقا، خب آفرود یه چیزیه که کاملا وابسته است به بحث خودروسازی ما و از اونجایی که خب خودروسازی قوی نداریم نباید انتظار داشته باشیم که صنعت آفرود قوی داشته باشیم.
و حالا کلن خب اینا همه دست به دست هم داد که یه نمایشگاه در حد معمول رو ببینیم، یعنی صرفا یک سری از شرکت ها با هزینه عجیب غریب بدون هدف اومده بودن، یک سری از شرکت ها محصولاتی رو داشتن که حالا خب اکثرا وارداتی بود، اکثرا محصولاتی بود که یعنی حتی اینجا حالت مونتاژ هم نداشت، صرفا تماما وارداتی، که خب دلیلش هم میتونه این باشه که خب صنعت آفرود صنعتیه که یک صنعت خاص هستش، مثل مشتری خاص خودشو داره و کسایی که تو این صنعت هزینه میکنن و حالا ماشین خودشون رو کاستومایز میکنن، چه برای آفرود چه برای به اصطلاح کاروانینگ و این داستان ها، کسایی هستن که دوست دارن زیاد هزینه کنن و دوست دارن صرفا این هزینه که میکنن بر اساس همین هزینه ماشینشون هم متناسب شخصیت و سلیقه خودشون باشه و کلا ماشینشون یه جورایی برندشون بشه. یه سری از گروه ها مثل ARB، مثل ایران روور، با اینکه خب تو این صنعت حرفی واسه گفتن داشتن اما یک قرفه بسیار ضعیف داشتن که خب نشون میده که باز روی برندینگشون اصلا توجهی نمی کنن و صرفا یک کاری رو انجام میدن که صرفا انجام داده باشن، اصلا واسهشون مهم نیست که به اصطلاح اون برندی که توی ذهن مشتری شکل میگیره چقدر اهمیت داره. خب اینا به اصطلاح برند یک مجموعه به خصوص تو این لول، یعنی کل هویت اون مجموعه است، یعنی که وقتی من مخاطب میبینم که تو قرفه اینقدر دقت شده، اینقدر با جزئیات همه چیز در کنار هم دیگه قرار گرفته، قطعا به این نتیجه میرسم که میتونم تو کارم همچین فیدبکی رو به من بدم، ولی خب متاسفانه میگم بسیار ضعیف بود. بهمن رو دیدیم که جینا اینو معرفی کرده بود که میگم باز هنوز با این ماشین باید آفرودش رو بره و بعدش راجع بهش صحبت کرد. کرمان خب با یک سری از همون با T8ش اومده بود توی مدل‌های مختلف که خب میگم چیز خاصی رو راه نداده بود، فقط صرفا اون T8 صورتیش که حالا یه جورای جواب بود به، یعنی یه جورای شرکت در کمپین باربی بود، بد نبود ولی خب میگم در کل نمایشگاه خاصی نبود و دقیقا همون چیزی بود که از صنعت خودروسازی و کلا صنعت همین آفرود و اینها نیاز داریم، ولی خب در کل بازدیدش خالی از لطف نیست.